سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من چطورین؟ آقا من آرزوام و اینجا چنل ویشی تکیه خب بریم سراغ موضوع این ویدیو قراره داخل این ویدیو در مورد درس پنج واحدی معماری با باهاتون صحبت کنم من خودم ترم چهار معماری تموم شده و میخوام برم ترم پنج ترم قبلی که ترم چهار بودم در واقع ما این درس پنج واحدی که تر معماری یک بوده رو داشتیم خب اول اینکه کلا یکم در مورد این درس های معماری و این درس های پنج واحدی براتون توضیح بدم شما وقتی که وارد رشته معماری میشین ترم یک ترم دو و ترم سه مقدمات طراحی معماری یک دو و سه دارین که همونطور که از اسمش پیداست در واقع یک مقدمه یه برای اینکه شما یاد بگیرین که اصلا بتونین طراحی کنید داخل پرانتز بگم که ممکنه دانشگاه های مختلف چارت درسی رو متفاوت باشه یعنی ممکنه که یه دانشگاه دو تا درس مقدمات دو مثلا دو تا ترم مقدماتش تمام بشه یک یه ترم داشته باشه اصلا ممکنه داخل یه دانشگاه کلا اسمش یه چیز دیگه باشه خلاصه داخل دانشگاه من که من دانشگاه خلیج فارس بوشرم ما تا ستم درسای های طراحی مقدمات داریم بعد از ستم که وارد ترم چهار میشیم ما ترم معماری یک داریم و همینطور تا ترم هشت که ادام پیدا میکنه ترم معماری یک ترم تر معماری دو سه چهار و پنج و ترم نهایی داریم که میشه پایان نامه خب درس تر معماری یک اولین تریه که شما بعد از مقدمات خب برنامه از طرح ما یک موضوع دارن و خب باز این هم داخل های مختلف متفاوته تر یک عملکرد ساده است عملکرد ساده یعنی چی یعنی شما اون محوریت اون درسه و بیشتر هدفی که داریم اینه که شما یک پلان ساده رو بتونید حل کنید یعنی داخل طرح معماری یک داخل دانشگاه ما اونقدر مهم نیست که شما به یک حجم خیلی خوب برسید به یک نمای خیلی خوب برسید و اولویت اینه که شما بتونید یک پلان رو به خوبی حل کنید اینکه پلان رو به خوبی حل کنید یعنی چی یعنی که شما روابط فضاییتون باید به طور خیلی عالی چیده بشه حالا با توجه به اون سایتی که دارین بعد یه پلان خیلی خوب تحویل استاد بدید درسای مقدمات طراحی و درسای تر درسای کارگاهی و عملیه و وقتی که شما وارد اون میشین اکثر استادا مثلا یه سری روشای درسی متفاوت دارن استاد ما مثلا اینطور بود که به ما گفت که شما یک اسکیس بزنید یک اسکیسی که در حد دو روز ما براش وقت داشتیم و سایت هم دل بخواهی بود همه چی دل بخواهی بود فقط یه طورایی میخواست که ما با اون مسئله که پیشرو داریم ببخشید به اون مسئله ای که پیش و رو داریم یکم بیشتر اخت بگیریم و بدونیم که یکم دستگرمی بود یه همچین کاری بعد از این وارد این میشیم که کلا تر معماری یک و کلا همه طرح همینطور که گفتم تو دانشگاهی مختلف موضوع های متفاوتی داره داخل دانشگاه ما هم تو که گفتم عملکرد ساده بود یعنی بر محوریت عملکرد ساده ولی موضوع طراحی چی بود موضوع طراحی سکشن ما و استادی که ما باج داشتیم طراحی یک هنرکده محلی برای افراد کودک و جوان بود خیلی جالب بود که داخل خود دانشگاه ما طرح معماری یک با سه تا استاد ارائه شد و هر کدوم از این سه استاد موضوعهای متفاوتی برای طراحی داشتن همونطور که گفتم برای مثلا استاد ما هنر کده بود یکی از دیگه از استادا ترایه یک جای چجوری بشه کلینیکه مثلا درمانی یه همچین چیزی بود یکی دیگه از استاد هم بازارچه های محلی بود مثلا حالت چاشن بازار و سشن بازار اینا هست که داخل شهر هست مثلا یه همچین جایی داشتن طراحی میکردن که دوباره موضوع اونها هم مثلا موضوع های بالی بود به نظرم ولی موضوع هنر رو استاد از ما خودش پرسید که مثلا چه موضوعی دوست دارین اونا چون فکر میکنم استاد همون اول که اومد محورتش این بود که اونم مثل یکی از استاد دیگه‌مون طراحی بازار به ما بده ولی ما خودمون گفتیم که ما دوست داریم مثلا هنر کرده و اینا باشه و استادم پذیرفت این نشون دهنده اینه که اگه شما با یک استاد خوب پایه بردارین خیلی ترم هموارتر و خوشتری رو خواهید داشت خلاصی مثلا خب بعد از اینکه اون اسکیس ما زدیم و فهمیدیم که اصلا موضوع چیه موضوع اینه که ما میخوایم یه هنرکده تراحی کنیم وارد سلسله مراتب تر شد این سلسله مراتبی که میخوام بگم و داخل اکثر دانشگاه هست فقط حالا اسمایی متفاوتی داره ما چیکار کردیم اولین کاری که کردیم شروع کردیم به مطالعات مطالعات چجوریه یعنی ما گفتیم که اومدیم گفتیم که طراحی هنرکده محلی کودک و نوجوان خب الان ما ما باید به این پی ببریم که کودک کیه نوجوان کیه محله چیه هنر چیه و هر کدوم از افرادی که داخل کلاس ما بودن گروه گروه شدن یا تک نفره و روی, روی این واژه ها تحقیق کردن پاورپوینت ساختن و ارائه دادن مطالعات دیگه که داشتیم مطالعات نمونه موردی بود داخل نمونه موردی ما چیکار میکردیم داخل نمونه موردی می ما می اومدیم اون جاهایی که شباهت دارن به هنر کرده. مثل مثلا کجاها مثلا مثل مدرسه مثل آموزشگاه ها اگه دقت کنید من گفتم که محوریت پروژه ما برای کودک و نوجوان بود وقتی حرف از کودک و نوجوان میشه یعنی ما میتونیم وارد مهد و کودک ها هم بشیم پس ما داخل مطالعات نمونه موردیمون یه سری بناهای اینطوری رو اومدیم بررسی کردیم که در مورد خود اون بنا پاورپوینت ارائه میدادیم پلاناشو بررسی کردیم، حجمش رو بررسی کردیم، فضای داخلی رو بررسی کردیم که در واقع یک پیش زمین همه این کارا یک پیش زمینه ای بود که ما بتونیم وارد طراحی خودمون بشیم بعد از اینکه مطالعات نمونه موردی و مطالعات همون که گفتم هنر کرده و هنر و واجه های ما واجه شناسی ما در واقع تموم شد ما رفتیم سراغ این که بررسی کنیم که سایتمون چی باشه خب سایت ما کجا بود سایت ما داخل شهر بوشهر بود قبل از اینکه ما اصلا وارد سایت بشیم رفتیم شهر بوشهر رو بررسی کردیم مثلا شهر بوشهر چیه چه معماری داره چه آب هوایی داره چه رطوبتی داره بادش از باد غالبش از کجا میاد و همه اینها این از بررسی خود شهر بوشهر بعد از که بررسی خود شهر بوشهر تموم شد ما وارد بررسی سایت شدیم که سایت ما که من دارم توضیح میدم عکس و فیلمایی که از کلاسمون گرفتم و دارم و میذارم که ببینید همین که ویدیو خیلی یک نواخت نشه که من فرد اینجا نشستم و حرف میزنم اگه هم دوست داشتین حتما کانال ما سابسکرایب کنی و ازن هم. خب ما چیکار کردیم ما رفتیم سراغ بررسی سایت ما کجا بود سایت ما داخل شهر بوشهر داخل محله باهنر بود پارک باغنار که حالا عکساشو میذارم اینجا در واقع کل پارک باغنار حدود 7000 متر بود فکر کنم 7000 متر درست میگم 7 هکتار نه 7000 متر 7 هکتار چیه 7000 متر بود که این 7000 متر شد سایت ما ما چیکار کردیم دوباره ما گروه گروه شدیم و رفتیم کل این سایت باغنار رو بررسی کردیم بررسی سایت انجام دادیم از تک تک اینجاها فیلم گرفتیم عکس گرفتیم گره های ترافیکی رو بررسی کردیم از گره های ترافیکی فیلم و عکس گرفتیم یک سری شب رفتیم عکس گرفتیم یک سری روز رفتیم عکس گرفتیم شاید الان متوجه بشید چرا میگم معماری رشته سختیه به خاطر اینه خلاصه بعد از گرفتن این عکس ها و این فیلم ها ما اینا رو دوباره اومدیم به صورت پاورپوینت ارائه در دادیم واقع ما ریز و پیز این پارک باغنا رو ریختیم رو خلاصه این مطلب از کوچه های اطرافش فیلم گرفتیم اینکه پارکینگ داره یا نداره اطراف باغنار چه فضاهایی ورود داره فضای آموزشی فضاهای تجاری فضاهای, فضاهای کافه است خود باغنار آیا لند اسکیپ مناسبی داره آیا صندلی مناسبی داره تک تک اینا رو ما بررسی کردیم و به صورت گروهی به استاد ارائه دادیم بعد از اینکه کل این بررسی ها انجام شد ما تازه وارد مرحله دیاگرام شدیم خب داخل مرحله دیاگرام ما چیکار میکنیم داخل مرحله دیاگرام ما یک سایت داریم و شروع میکنیم تحت اون برنامه فیزیکی که خود استاد به ما ارائه دادن که حالا عکس برنامه فیزیکی ها اینجا براتون میذارن. فکر کنم ما بیش از 100 تا فضا داشتیم که استاد برنامه فیزیکی رو برای ما ارائه دادن و ما شروع کردیم دیاگرام های روابط رو ترسیم کردن فکر می کنم که حدود مثلا دو یا سه جلسه ما درگیر این بودیم که این دیاگرام ها رو در بیاریم فضاها رو چطوری به هم متصل کنیم چه فضایی بذاریم همکف چه فضایی ببریم اول اصلا کسی میخواد بره طبقه سوم یا کسی میخواد بره نیم طبقه یا یه همچین چیزه بعد از اون کم 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 این دیاگرام ها در واقع کرکسیون شد کرکسیون شد کرکسیون شد و خود این دیاگرام ها تبدیل به پلان تک خط شد چند جلسه ما داشتیم پلان های تک خطمون رو کرکسیون می کردیم استاد روی کارا خط می کشیدن های گروهی انجام می شد های تکی انجام می شد و بعد از اون ما وارد چی شدیم ما وارد پلان دو خط شدیم و در واقع بعد از اینکه پلان های همکف کامل شدن پلان های اول هم طبق اون رفتن بالا اونها هم دوباره کلکسیون شد بعد از اینکه پلان ها کامل کلکسیون شد ما وارد حج شدیم استاد همونطور که داخل اول ویدیو هم بهتون گفتم برای ما عملکرد ساده بود یعنی برای ما مهم بود که ما یک پلان خوب تویل تا... استاد بدیم ولی خب نمیشه گفت که کلا حج و نما نادیده گرفته بشه پس استاد به ما گفت چیکار کنین استاد به ما گفت که شروع کنین همین پلانی که دارین و حجمشو بیارین بالا و داخل طبقات مخصوصا داخل طبقه اول شروع کنین تغییر ارتفاع و در واقع با ارتفاع ها بازی کنید حج های منفی درست کنید و یک سری از این کارها که ما انجام دادیم شروع کردیم ماکت حجمی درست کردند و رو همون ماکت حجمی یه سری کارهایی انجام دادیم استاد همون ماکت خب. های حجمی رو برای ما کلکسیونی کردن تا اینکه دیگه رسید به جایی که ما ترم تموم شد وقتی که ترم تموم شد استاد اون لیستی که در واقع ما باید بهشون تحویل میدادیم به ما گفتن ما باید پلان هامون رو با جزئیات کامل کل پلان ها مبلمان شده تعویل میدادیم پلان با ما باید تعویل میدادیم سایت پلان رو باید تعویل میدادیم ماکت حجمی با جزئیات رو باید تعویل میدادیم حجمی ولی جزئیات داشته باشه رندر باید تعویل میدادیم رندر های داخلی نمره تشویقی داشتن و نمر رندر های خارجی حالا دید پرنده دید انسانی دید موچه همه اینا رو باید تعویل می میدادیم دیگه نماها بر اساس حال جهت جغرافیایی یک نمای اصلی رو طراحی کردیم و یکی دیگه از نماهای دیگه اونا دل بخواهی بود که کدوم نما رو طراحی کنیم و کلا استاد چون که طرح اول ما بود اینکه ما مدل سازی که بهش بخوایم ارائه بدیم و اینا رو بهمون گفت که مثلا من در حد قابل قبول از شما میخوام حتی اگه شما مثلا نتونید اون قدرم مدل سازی خفن و رندر خفن به من تحویل بدین مشکلی نداره من خودم با اتوکد پلانامو کشیدم با اسکچ مدرسازی کردم با لومیون هم فکر کنم رندر گرفتم با فتوشاپ هم شیت بستم ما باید این مدارکی که داشتیم که بهتون گفتم و علاوه بر اینکه که شیت می‌بستیم به صورت فایل و گوگل میت هم می‌کردیم فایل‌ها رو جدا و برای استاد ارسال می‌کردیم انیمیشن هم اجباری نبود اگر انیمیشن مثلا انجام میدادیم در حدی که حالا داخل خود اسکچاپ حالا دور اون حجمی که داریم دور حجم کلی رو نشون بده یه همچین انیمیشنی استاد از ما میخواستن چل چراغونه تو خونه ی ما حوز پر ماهی باز صورتی پوشیدی گل اناری تو خودت واسه من یه بحاری بوی نارنج پیچیده تو شهر خونه ها پیرن عید می پوشن همه جا سفید و سرخ و آبی روشن کوچه ها هر چراغی می دویم هر جا می زنیم فریاد از خوشی شادی تو چوباسن یه تجربه از این طرح معماری یک بگم طرح معماری یک طرح اوله و یکم چالش برانگیزه مثل این که هر کاری که میخوای اولش انجام بدی سخته پلانت ممکنه در نیاد پلانت کورکسیون نمیشه حجمت خیلی بده داخل مدل سازی و داخل نرم افزارها خیلی دستات کنده یعنی من خودم وقتی شروع کرده بودم تو اتوکت کار کردن مخصوصا خب ما ترم پیش نرم افزار رو یاد گرفته بودیم آدم خیلی دستش کند میشه ولی همینطوری یعنی مثلا وقتی که میذاری میشینی پروژه انجام میدی دست تند میشه و اصلا بابت این نگرانی نداشته باشین بابت این کمالگرا نباشین که شما حتما باید یه رندر خیلی لی رئال و قوی تعبیر بدید نه. این طرح اولیتونه اگر رندرتون ضعیف باشه اگه فتوشاپ بلد نباشین و همه اینا به خیلی عادیه من خودم یه طورای جلسات آخر بود که استاد به من گفت که دو تا خیلی اصلی ما گفت جاشو مثلا جا جا کن و من اصلا یادمه که مثلا در حال منفجر شدن بودم ولی خب خیلی عادیه و یه طورای همینه که هست کشک خالته و اینکه آره دیگه اینم ماکت تر منه حالا اینجا گذاشتمش عکسش رو جزیات و با جزئیات و اینا هم براتون میذارم و اینکه خلاصه آره دیگه تر اول کمالگریتون رو باید بیاریم پایین و مطمئنم که بعدن که خودمون بهش نگاه میکنی مثلا به عنوان اولین چیزی که خودت خلق کردی تو فکر کن از به بسم الله این هنرکده محلی کودک و نوجوانو من خلق کردم تا بعضی باشه که فکر میکنم خیلی بهتر میتونه بشه ولی من نمیدونستم که بعد براش چیکار میکردم و این خیلی عادیه برای اولین تری داریم خلاصه من میخواستم این ویدیو رو درست کنم به خاطر اینکه درس های تر در کل ترهای معماری و مقدمات ها مهمترین درس هایی که دانشجوان معماری دارن و اگه اصلا یه نفر میخواد بیاد معماری بخونه خیلی این اطلاعات خیلی جالبیه که بهش بگم که بیشتر ترم تو قرار باچی روبرو باشی و بیشتر اون در واقع اون چهار سال معماری خوندنت قراره با چه درسایی سپری بشه که همین درس تره امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین ببخشید اگه من خیلی تونتون حرف زدم به خاطر اینکه خب مطالب خیلی زیاد بود و من نمیخواستم خیلی خستتون بکنم خیلی خیلی خوشحال میشم چرا ما سابسکرایب کنین ویدیو هامو ببینین من ویدیوهای های دیگرم که در مورد معماری ساختم حتما تا این ویدیو میذارم اینستا هم میاد اینجا اگه دوست داشتین فالو کنین تا ویدیوهای بعدی خدافظ